سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر در ساعت پیش رو با شما عزیزان خواهم بود از واشنگتن. مرور و بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرها و رویدادهای ایران و آنچه را که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می گذرد. در ایران در پی لغو بخش بزرگی از تحریم‌های اتحادیه اروپا در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفته می‌شود که امکانات احتمالاً بیشتری فراهم خواهد شد برای مبادلات اقتصادی میان ایران و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا. چه کسانی از این گشایش اقتصادی سود می‌برند؟ مردم یا معامله‌گران دولتی؟ در پی کشته شدن دو بانوی ایرانی در اثر سهل‌انگاری آتش‌نشانی تهران، خانم معصومه ابتکار مسئول سازمان محیط زیست نیز می‌گوید وضعیت محیط زیست در ایران در سال جاری میلادی اخیم‌تر خواهد شد. هیچ یک از مسئولان سازمان آتش‌نشانی تهران تا کنون مورد بازخواست یا توبیخ قرار نگرفتند. در عرصه حقوق بشر اخبار رسیده حاکیست که وضعیت در زندانهای ایران همچنان ادامه دارد. شکنجه و محرومیت بسیاری از زندانیان سیاسی از خدمات لازم پزشکی از مشخصات سیاستهای جاری در زندانهای جمهوری اسلامی. آقای پور شجری از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زده است. اینها و خبرهای دیگر را بررسی میکنیم در نیمه نخست در عرصه اقتصادی با آقای دکتر جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی. با من و شما خواهند بود در نیمه نخست برنامه. تا لحظاتی دیگر. پیش از اینکه به پاریس بریم و گفتگوی خودمون رو با آقای اسدی آغاز کنیم، مایل هستم این فیلم ویدئویی رو که منتشر شده با هم ببینیم. دو کارگر زن در ساختمانی که آتش میگیرد از هیچ امکان نجاتی برخوردار نیستند. ماشینای آتش نشانی که به منطقه میرسند نردبان لازم رو ندارند. نحوه و شیوه استفاده از آب برای خاموش کردن به دلیل نرسیدن شیلنگ، نرسیدن نردبان به شکلی است که هدف میگیرند خود کارگران زن رو که در آخرین لحظات زندگیشون امید دارن خودشون رو نجات بدن. با هم میبینیم این صحنه دلخراش رو، جان دادن دو کارگر، دو بانوی ایرانی، کارگر ایرانی در روز روشن در تهران، پایتخت کشور و دولتی که ادعای هماوردی با ابرقدرت ها را دارد.
دلخراش رو دیدیم، باعث تأسف همه ماست. به پاریس میریم، سلام میگیم به آقای جمشید اسدی عزیز. درود بر شما، با سپاس از اینکه باز هم منو پذیرفتیم. آقای اسدی، ببینید کارگران، بانوان کارگر ایرانی و همه کارگران ایرانی، آیا کارفرمایان، آیا مسئولان وزارت کار، آیا دولت مسئول نیست که شرایط کاری رو برای اونها تأمین کنه از نظر چی میگن امن و امان بودن محیط کار، ایمنی؟ مسئول یه همچین فاجعه ای کی هست در واقع؟ ببینید، حتما دولت است در این مورد، به طور روشن و مستقیم، بدین دلیل که برای اجازه کار و فعالیت دادن دولت از جمله بر مبنای ایمن بودن محیط کار اجازه فعالیت به هر بنگاه و شرکتی میدهد. خب شوربختانه ما دولت رو در تمام زمینه‌های اقتصادی درگیر می‌بینیم که نباید چنین باشد، تا حدی که بزرگترین مناقصه‌ها در دست خود دولت می‌گردد. اما آنجایی که مربوط به دفاع از امنیت و حقوق شهروندان، چه به عنوان دستمزد بگیر و چه به عنوان کارآفرین هست، دولت کار خودش رو انجام نمی‌ده. شما خاطرتون هست جمشید عزیز، در آمریکا که بودید، امروز هم شنیدم که از واشنگتن این برنامه رو اجرا میکنید، مثلا در تمام رستوران ها وقتی که میروید، یا اصلا شرکت ها، ولی حالا مثال شرکت رو نزدم، مثال رستوران رو زدم، چون معمولا بیشتر خب همه میرن رستوران، ممکنه حالا شرکت همه نرن، این یک دری دارد که اون در عقب ساختمون میگن که اگر این نباشد شرکت اجازه فعالیت نداره، رستوران اجازه فعالیت نداره. اگر در طبقه بالا باشد و به غیر از راه پله و آسانسور راه پله کمک دیگه نباشه، اجازه فعالیت نداره. بدیهی است که چنین چیزهایی بر عهده دولت است. دولت در جوامع آزاد بسترسازی میکند فعالیت آزاد شهروندان، یعنی چطوری همه داد و ستد کنن، چطوری همه آمد و شد بکنن بدون اینکه خطری گریبانشون رو بگیره. خب شوربختانه در کشور ما دولت بسترسازی نمی کند، جای مردم زندگی می کند. با کی بخندید، با کی برقصید، چه بنویسید چه ننویسید. شما در مقدمه این برنامه می فرمودید که هنوز مسئولی در این مورد توبیخ نشده و تنبیه نشده. مگر قرار است مسئولی تنبیه بشود؟ مادامی که در کشور ما خبرنگار و روزنامه‌نگار به اندازه کافی هست که در این مورد خبر بنویسد، خب به اندازه کافی فردی هست که بتونن تنبیهش کنن. مطمئن باشید خبرنگارانی در این مورد توبیخ خواهند شد که چرا تشویش از آن عموم می‌کردند. ببینید، امیر مثال زدین، در همینجا در نیوجرسی بیش از یک هفته پیش خبر مهم این بود و هنوزم ادامه داره که در اثر راهبندان در پل مشهور نیویورک یک بانوی مسن درگذشت، یعنی دیر رسید خدمات پزشکی به ایشون. کار به جای رسید که به استیضاح فرماندار آقای کریستی انجامید و کسی که خودشو احتمالا نامزد ریاست جمهوری در دور آینده خواهد کرد از حزب جمهوری خواهد و همچنان ادامه داره. بسیاری از یعنی جان انسان خوب به هر حال در کشور آزاد ارزش داره، اما جان آدمیزاد در جمهوری اسلامی که یک عضو مجلس خواستار استعفای شهردار شد برای همچین فاجعه، قطعا اولین کارها اینه که مقامات مسئول مربوط بلافاصله یا استعفا میدن یا یه کاری میکنن. بالاخره در همین حوالی محیط زیست، جدا از ایمنی کار، خانم معصومه ابتکار که در عملیات تروریستی روگانگیری دیپلمات های آمریکایی شرکت داشت و معاون رئیس جمهور هست، در زمان آقای خاتمی هم بود، ایشون مژده داد، انگار مژدگانی است که در سال 2014، سال میلادی جاری، وضعیت محیط زیست وخیمتر خواهد شد. پس ایشون چه کاره هستند؟ ببینید،
و شنیدید که نسل گوزن زرد که بسیار نایاب هست که در پارکای محافظت شده ایران شکار شده. گوزن زرد نسل نایابش و پرندگان در باقی معروفی شیراز از سرما پرندگان نایابی هستن که نگهداری می شدن، یخ زدن و رفتن. اینا مسئله چیه؟ و بقیه محیط زیست، هوای آلوده تهران، هوای چه هزینه ای لازم است؟ واقعا با درآمدهای نفتی ایران نمیشه محیط زیست خوبی درست کرد برای مردم ایران؟ هوای پاک، خیابان های ترتمیز و و و و آقای حسن ببینید، این ایران معروف بوده است به همین هوای دلپذیر. صحبت شیراز رو کردید، من ارادت ویژه‌ای به خانم معصومه ابتکار ندارم، بدین دلیل که یکی از گفتگوهایی شما که شما یک جوری می‌فرمایید مثل که تماشاگرای ما دارن. خب آخه نه، اجازه بدید قسمت دوم صحبت رو خدمتتون بگم، متوجه میشید چرا همچین عرضی کردم. چرا که در گفتگویی که چند وقت پیش داشتن، کماکان از مسئله گروگانگیری دفاع میکردن. این در حالی است که بسیاری از همراهان ایشون در مسئله گروگانگیری و اون تله‌ای که ایران به دان افتاد در اثر این گروگانگیری اظهار ندامت، پشیمانی کردند یا دست کم به زیر سوال بردند، ولی خانم معصومه ابتکار کماکان از این مسئله دفاع میکردن. حالا بگم چرا ارادت ویژه‌ای به ایشون ندارم. علارغم اینکه ارادت ویژه‌ای به ایشون ندارم، من مقصر اصلی ایشون رو نمیدونم در این کار. یک رئیس محیط زیست هستن، چه دلیل پیدا کرده است که کشور ما اینقدر کشور آلوده است؟ از جمله این دلایل این است که به علت تحریم هایی که وجود داشت، خب ما در مورد مسئله سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز که ستون فقرات کشور ما هست و اقتصاد کشور ما هست با مشکل مواجه شدیم. آقای احمدی نژاد هم طبق معمول میگفتن که اینها اهمیتی ندارد، با خود ما این کارو میکنیم. و اون نفت و گازی که، و به خصوص نفتی که تصفیه میکردن، نفتی بود که سراپا مسموم است. از جمله دلایلی که بیماری در کشور اینقدر رشد کرده است و گسترش یافته است، استفاده از مواد سوختنی است که این با معیارهای بهداشتی و ایمنی جهان همخوانی ندارد و همردیف نیست. یعنی در حقیقت باید مشکل رو پیدا کرد در اون مورد چه هست. حتی مأمور آتش نشانی در این اتفاق جانگدازی که شاهدش بودیم، به ویژه با فیلمی که شما نشان دادید، چقدر میتواند مقصر باشن. باید دید آن مسئولی رو که سازمانده آتش نشانی در کشور بوده است در کجا به سر میبره. در مورد آقای احمدی نژاد گفتم، این را نیز بگویم برای اینکه انصاف رو به جا آورده باشیم، امروز خیلی ساده شده است که تمام مسئولین کشوری و لشکری انتقاد میکنن از آقای احمدی نژاد که ما را به چه روز انداخت. مقاله‌ای که البته مقاله جدیدی الان در آمده است، ولی مقاله پیشین من با این عنوان بود: احمدی نژاد هم مقصر هم قربانی. امروز تمام کسانی که از پشتیبانان آقای احمدی نژاد بودند، همین لشکریانی که امروز از او انتقاد میکنند، در سال 88 از بزرگترین پشتیبانان ایشان بودند و مقام معظم رهبری که به روشنی گفت بسیار به ایشان نزدیکتر است تا آقای رفسنجانی و دفاع از تقلب انتخاباتی در سال 1388 کرد، امروز خیلی ساده است که آقای احمدی نژاد رو قربانی بکنند، بلکه خودشون رو از این وضع نجات بدن. اما خب همین خانم ابتکار در دوران آقای خاتمی هم مسئول بودن، در دوران احمدی نژاد هم، دکتر احمدی نژاد هم باز مسئولیت هایی داشتن، الان هم که باز معاون رئیس جمهور هست و کار یک مسئول این نیستش که بیاد و بگه که ما بله سال آینده بدتر خواهد شد. خب شما چه کاره هستید؟ شما باید بگید برنامه ما برای سال آینده این هستش که بهتر میشه، هوای بهتری خواهد بود و و. همین ایشون یک صحبت کرده، جمشید عزیز میگه که 29 اکتبر سال 2013 گزارشی از سوی آمریکا، البته مربوط به نهادهای دولتی آمریکا، در مورد محیط زیست ایران منتشر شد که در آن آمده بود که محیط زیست ایران
تهدید بیشتر از دشمنان خارجی است. حالا استناد میکنه این خانم، این گزارش نشان میدهد که محیط زیست ایران بسیار آسیب دیده است. یعنی اینکه همین خانم که گروگانگیری میکنه دیپلمات‌های آمریکایی رو و هنوز هم دفاع میکنه، آخر کار برای اینکه بفهم محیط زیست ایران بسیار آسیب دیده است، باید یک گزارش در آمریکا منتشر بشه که به اون استناد کنه. این چیزی که جالب میفرمایید که میدونم با کنایه‌ای که جزو کلام بسیار پر رمز و راز شماست اینا اشاره رو میکنید، این ریایی است که در بسیاری از مسئولین کشوری و لشکری وجود دارد. این تمام فش و ناسزا و دشنام و ناسزایی که میدهند به آمریکا و دنیای استکبار، ببینید وقتی میتوانند پولی به دست بیارند در کجا خانه میخرند، اجازه اقامت رو از کجا میخواهند و چه کوششی میکنند که یک تیتر مهندسی و دکتری از این کشورها داشته باشند. این رو مردم کشور ما باید بدانند و میدانند که این همه ریا، این همه دشنام دادن به صهیونیسم و استکبار و هر قسمی رو به اتکای کما اینکه مثالی که آوردید امریکا و استکبار گذاشتن، جز ریا مسئله اون نیست. ولی بازم میخوام من به این مسئله اشاره بکنم. ببینید خانم معصومه ابتکار چه کار میتواند بکند زمانی که تولید کشور نفتی است که مسموم کننده است؟ خانم معصومه ابتکار غیر از این چه خبر بدهد چه کار میتواند بکند؟ البته از ایشون این شیردلی میرفت که به طور مستقیم انتقاد بکند و استعفا و شغل خودشو در این ارتباط در گرو بگذارد. مگر نبود خانم وزیر بهداشت در زمان آقای احمدی نژاد که به روشنی گفتند علارغم تمام تبلیغاتی که می شود این درست نیست و عادلانه نیست که پول کمی که در دوران تحریم ما داریم خرج آوردن زین اسب بشود و رنگ بشود و نه دارو برای شهروندان، و همین باعث اخراج و استعفای او شد. ببینید در هر حال هر کسی، اجازه بدید یک مثالی بزنم. جمشید چارنگی عزیز، باعث شگفتی شما و بینندگان عزیز خواهد شد، باید اجازه بدید تا ته این مثال برم. فیلسوف کجا بفهمیم ممنون میشم. پس اجازه بدید که یکم بیشتر سخن رفت و آمد داشته باشه. بفرمایید، فرصتی دیگری بود عرض خواهم کرد. نه بفرمایید، منتظر. بله، ببینید یک فیلسوف فرانسوی که شما به دلیل اقامتتون و البته مطالعاتتون با او آشنا هستید، ژان پل سارتر، یک جمله میگوید که به دفعتا این جمله باعث شگفتی میشه. میدونید که فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم تحت اشغال آلمان نازی بود و هیچ فرانسوی بلکه هیچ آزادی خواهی نمیتونه موافق چنین اشغالی باشه. اما ژان پل سارتر میگوید که هیچ زمانی فرانسوی به اندازه زمان اشغال کشورش توسط آلمان نازی آزاد نبود. خب این حرف شگفت انگیز است. منظور او چیست؟ و بعد توضیح میده، میگه برای اینکه هیچ زمانی به اندازه زمان اشغال نازی نبود که شهروند فرانسوی بتواند بین خفت و آزادی، بین سرفکندگی و سربلندی انتخاب بکنه. این که آیا پیروز میشود یا نمیشود بحث دیگری است، اما به لحاظ اخلاقی و شخصی در اون زمانی که فرانسه تحت اشغاله، شهروندی با اشغالگر می سازد که یک نون و آب خودش رو بتونه احیا بکنه و شهروند دیگری در اون زمان است که قیام میکنه، شاید کشته شه، شاید نشه، شاید به تبعید بیانجامه، شاید به زندان، ولی اونجاست که نشون میدهد که آنجا آزادی خواه است یا برده. امروز من فکر میکنم تمام مسئولین کشور ما درست در چنین زمانی است که میتوانند نشان بدهند به آنچه که میگویند رفعت اسلامی، همدوستی، نودوستی، مهر، عدالت، نمیدونم هر چه که میگویند، امروز شرایطی است که میتوانند نشان بدهند در این مورد ریا دارند یا واقعا صادقانه معتقدند به آنچه که بر زبان میارند. خب
خب ببینید، چون الان ایام مصادف با ایام اوج انقلاب اسلامی هست و در چنین روزهایی بود که دکتر شاپور بختیار دولتش در جریان بود، این رو هم یادآوری کنم که چون صحبت سارت شد و اشغال آلمان نازی، دکتر شاپور بختیار در اون زمان از کسانی بود که همراه نهضت مقاومت فرانسه علیه اشغالگران آلمانی می جنگید. بحث ما در اینجا جمشید عزیز این نیستش که حالا زمان طولانی بوده، 30 سال بوده که نشون بدن اینو مسئولا، حرف ما این نیستش، نه مسئله شخصی یا محاکمه یا از این قبیل که وظیفه ما نیست، نه بس مسئله اینه که دیده بشه که واقعا کسانی که در این سمت هستن شاید شایستگیشو داره یا نداره، این روشن بشه. کسی که مسئول سازمان محیط زیست کشور هست آیا شایستگی چنین مقامی رو داره؟ گویی این که در جمهوری اسلامی هر کس امروز ممکنه معاون نخست وزیر باشه در امور بازرگانی مثلا یا رئیس جمهور، فردا میشه استاندار خوزستان، پس فردا میشه سفیر در فلانجا، یک روز دیگه میشه کارشناس عرض کنم دانشگاهی، شغلای مختلف یا بیوگرافی هر کدوم از این آقایون یا خانم ها رو که بخونیم. اما این لغو بخش بزرگ تحریم ها یا معلق کردن این تحریم ها بهتر بگیم، چه اثر و پیامدی خواهد داشت؟ آیا سیل معاملات به سوی معاملگران دولتی روان خواهد شد و سود به حساب های آنها، یا نه رونقی در سفره مردم آنگونه که باید و شایسته هست پدید خواهد اومد؟ یک نکته در مورد خانم معصومه ابتکار و بعد پاسخ مستقیم به پرسش شما. عرض من در خدمت کنید، ارادت خاصی ندارید قطعا. حتما اینطوره. در مورد خانم معصومه ابتکار صحبت من این است، بدون شک او توان حل این مشکل رو نداره، اما بدون شک او توان این را دارد که بگوید این وضعیت مشکل از کجا وارد کشور شده است و از کجا مردم ما رو مریض و بیمار کرده است. این را میتواند بگوید و نمیگوید، یا مگر اینکه باز هم مسئولین محترم از ایشون گرفته یا کسان دیگه این را هم به حساب صهیونیسم، امپریالیسم و استکبار جهانی بگذارند. من میگویم حداقل به عنوان اینکه مشکل رو بگویند از کجا اومده میتونن بگن و نمیگویند، این که این مشکل رو حل بکنن پیشکششون فعلا. اما در مورد پرسش شما، بدون شک این اتفاقی که در مورد تحریم ها و برداشتن تحریم ها، اگر جمهوری اسلامی به آنچه که گفته است پایدار بماند و امیدوارم پایدار بماند، تحریم ها یک به یک برداشته خواهد شد و وضع سبکتری به لحاظ فشار اقتصادی بر مردم وارد خواهد شد. اما اون کسی که واقعا بهره میبره، همچنان که اون کسی واقعا توانست در مورد پرونده از تیه سراغیده کنی که قدرت رو در دست داشت، کسی به لحاظ اقتصادی عمدتا سودمند خواهد شد که راندخار است و بر سر پل انحصارات نشسته است. اما ریخت و پاشی در کشور خواهد شد در این مورد اگر بشود، حالا البته مشکل، امیدوارم وقت باشه بیشتر توضیح بدم، که اون وقت خب یک از این ریخت و پاش چیزی هم نصیب مردم خواهد شد، از اون وضع بسیار دشوار گذشته تغییری خواهد کرد. آقای اسدی، آیا این یک اقتصاد سالمه که مردمش احتمالا از طریق ریخت و پاش راندخاران لقمه‌ای بر سفره خودشون داشته باشن؟ خب این که چیز تازه‌ای نیست جمشید عزیز، میدانید اینو، این در این شرایط هیچ تغییری نکرده است و بوی تغییر هم نمی آید در این مورد. ببینید، مادامی که اقتصاد کشور ما در دست راندخاران است و نه در دست کارآفرینان ملی، ما یک به یک از کشورهایی که به لحاظ اقتصادی سالها پیش از انقلاب، که شما میدانید من به رژیم استبدادی پیش از انقلاب هم ارادتی ندارم، اما به هر حال به لحاظ اقتصادی و دیپلماتیک دستاوردهای بسیار بیشتری از نظام جمهوری اسلامی داشت، امروز از بسیاری از کشورها که آن روز در پس ما بودند عقب افتاده ایم، مثل کره جنوبی، مثل قطر، مثل امارات که حومه های ایران بودند. من اینو با
خضوع و خشوع نسبت به همسایگان عزیز خلیج نشین، خلیج فارس، در جنوب خلیج فارس عرض میکنم. اصلا قصد توهینی ندارم، که برعکس تمجید میکنم و تحسین میکنم این پیشرفتی رو که در این مدت کردن. اما این حقیقت این است که این اقتصاد راندخاری برای اینکه پاسخ شما را بدهم بیشتر به ثروتمند شدن کسانی انجامیده است که میتوانند خانه در بلژیک و لندن و کانادا بخرند و نه به نفع مردم، که اگر بود ما از کشورهایی که جلوتر بودیم امروز عقبتر نبودیم. کره جنوبی مدیران عالی رتبه‌ش رو میفرستاد به ایران برای کارآموزی در شرکت‌های خصوصی ایران. امروز کره شرکت جنوبی... ایران ناسیونال مدت‌های مدید در شرکت ایران ناسیونال کارگران یا کارشناسان کره جنوبی دوره میدیدن. شرکت سازنده خودروهای پیکان و بقیه، آقای محمود خیامی که صاحب و مؤسس این بنیاد و این کارنجات بودن و این شرکت. بله بفرمایید. هم نسل های ما جمشید عزیز بدون اینکه اهل مطالعه باشن یادشان هست این کره‌ای های چشم بادامی را در ایران که از این ور به آن ور می رفتند برای پیدا کردن کار و کار آموختن. امروز ببینید همین کره، و من واقعا با تحسین صحبت می کنم، نوش جانشان این رتبه‌ای که به دست آوردن. امروز صادرات اتومبیل کره جنوبی به آمریکا بیش از واردات اتومبیلش از آمریکا. شما حساب کنید اینو با ایران خودرو. اگر این یارانه ها و اگر بستن مرزهای کشور بر روی صادرات اتومبیل نباشد، چند نفر ایرانی ایران خودرو خواهند خرید؟ و برند ها، مارک ها، علائم تجاری کره جنوبی در بخش محصولات الکترونیک در اروپا به ویژه در مورد تلفن مقام اول رو داره. خب اینو مقایسه بکنید با کشور ما که در این مورد جلوتر از کره جنوبی بود. حالا میگید کره جنوبی، قطر رو حساب بکنید که برداشتش از میدانهای مشترک گاز به مراتب بیشتر از ماست. ما پیش از انقلاب کارشناس نفتی میفرستادیم برای براه انداختن میدانهای نفتی کشورهای عرب. این وضعیه که دوچار ما شده از پای اقتصاد راندخاری. خب اشاره کردیم آمدن کارگران و مهندسین کره جنوبی در تأسیسات صنعتی ایران، خودروسازی ایران ناسیونال که گفتم متعلق به خیامی ها، برادران خیامی، و سپس آقای محمود خیامی بود، حتی به حد صادرات رسید به مصر و کارگران کره‌ای در اونجا دوره میدیدن، مهندسین کره‌ای. الان پادشاه ایران هم که آقای اسدی گفتم به نظامشون ارادت ندارن، من فقط نقل میکنم برای کسانی که نمیدونن، هم در سرلوح برنامه اقتصادی اون زمان میگفتند که ما میخواهیم ژاپن دوم بشیم در منطقه از نظر اقتصادی، حرفی که به سخره گرفته میشد از سوی بسیاری از مخالفین. اما دیدیم که همون کره جنوبی ژاپن دوم شد با امکانات کمتری از ایران که داشت. الان کارگران ایرانی، اما تجمع کارگران ایران تایر هست، 80 نفرشون رو اخراج کردن. عرض کنم خدمتون پلی اکریل هست، اینا خبرهای متاسفانه هر روز هست. یعنی این دولتی که آیا نمیتونه واقعا حقوق کارگران رو تأمین کنه؟ یعنی کارگری که یه لقمه بخور نمیر داره، میبینیم در هفت تپه چند ماه حقوق نگرفته، تأسیسات دولتی هست و جاهای دیگه، و این هم نساجی مازندران که سرنوشتش میدونیم و جاهای دیگه. این چه؟ و اینا مربوط به تحریمه؟ چون از اون برش اگه تحریمه، خب میبینیم یه گروهی که در ویترینش بابک زنجانیست این همه پول رو، 87 میلیارد یورو رو از خارج میکنه، ولی کارگر منتظر لقمه نان خود. چی از قضیه؟ بله کاش فرصتی باشد جمشید عزیز در مورد بابک. حدود 3 دقیقه جمشید عزیز فرصت داریم، میدونم با همون شیوه استادانه خودتون. بله، این وضعیت دشواری که بر کارگران می رود جای تعجب ندارد. اقتصادی که فلج از زمین نشسته است،
و در زمانی که کسری بودجه به این اندازه است تعجبی ندارد. ببینید یارانه هایی رو که آقای احمدی نژاد قول داده بود به همه شهروندان ایرانی بدهد، یک به یک از مقدار دهک هایی که شمار دهک هایی که باید اینو بگیرن کم میکنن، چون پول ندارن. چون وقت کم است بدید اشاره بکنم که این انقلاب با این قول و وعده پا گرفت که ما نه تنها آب و برق شما را مجانی میکنیم و به مسائل این دنیای شما میپردازیم، بلکه آخرت شما را هم میخریم. حالا کم کم به این شده است، چون در مورد آخرت که خب ما به عزای عینی ندارد که بتوان سنجید، در مورد این دنیا شروع کردند به این که ما انقلاب برای مسائل معنوی کردیم، این مادیات رو دنبالش ما نمیتونیم بریم، چون در این مورد پاسخگو نیستند. ببینید سر تغییر ندارد، این مادامی که این نظام بر این پا میگردد وضعیت مردم ما بهتر از اینی که هست، کمی بهتر کمی بدتر تغییر خاصی نخواهد کرد. احتیاج به تغییرات شگرفی است. پایه میگردد. آقای اسدی عزیز اگر حرفتون تموم شد این پرسش من دارم، اگر ندارم بدون چون صدا رو من نشنم کلمات آخرتون رو، بر این پایه میگردد. آیا چنین نظامی امکان داره بر پایه دیگری بگرده؟ نظام دینی، یک حکومت دینی، یک حکومتی که حرف اول و آخر و سرانجام از زبان ولی فقیه بیرون میاد، حالا پشت این زبان چه کسانی هستند که تحمیل میکنند یا خواستای اونا بیان میشه از طریق فقیه، در چنین نظامی آیا میتونه بر پای دیگری بگرده؟ ببینید بسیار روشن پاسخ پرسشتون رو بدم جمشید عزیز، آنطوری که به نظرم میرسن. مادامی که فرادست حاکمیت مردم و آزادی مردم رأی و حکم دیگری است از جمله رأی و حکم فقیه، خیر، وضع ما بهتر نخواهد شد. در این مورد جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست. اما عقب نشاندن ولی فقیه و اینکه حاکمیت حاکمیت مردم و مجلس و نمایندگان واقعی و کارآفرینان واقعی در اقتصاد باشد ممکن است و بلکه میبایستی به شکل مسالمت آمیز انجام بگیرد. بله، آیا فقیه عقب خواهد نشست؟ آیا وقتی عقب بنشیند در همون جایی که عقب نشسته است ماندگار خواهد شد؟ این مثال رو در دوره آقای خاتمی ما داریم، اما دیدیم باید جلو آمدن. نه؟ کوتاه بفرمایید، ممنون. ببینید زبانی است که جمهوری اسلامی خوب میفهمد. خاطرتون هست که حق اتمی حق طبیعی ماست و ما عقب نمی نشینیم و تا به آخر و کفر و استکبار و همه این حرفا. دیدید که سختی تحریم ها حتی تا سطح رهبری رو به موافقت با مذاکره کشان. یادم نمی آید اعتباری که خود آقای خامنه ای استفاده کردن، اما یک چیزی بود که شیردلانه مصالحه کنید یا همچین چیزهایی در این مورد. نرمش قهر. بله بله، یک همچین چیزی نرمش قهرمانانه. بله. نرمش قهرمانانه، بله، صحبتی بود که ایشون کردن. خب حالا اگر که آزادی خواهی مردم و فشار آزادی خواهان برای حاکمیت و برای آزادی بیشتر باشد، مطمئن باشید که ایشون به نرمش قهرمانانه و عزلت و گوشه‌نشینی خداپسندانه رضایت خواهند داد. به هر حال امیدوارم گشایشی در کار مردم پیش بیاد. دو زمینه مختلف است، در عرصه خارجی عقب نشینی بله انجام شده، حالا با هر اسم عنوانی و هر لقبی بهش داده بشه از سوی ایران، حکومت ایران. در عرصه داخلی هم ما دیدیم که تعداد اعدام ها در همین مدت اتفاقا بیشتر و کم سابقه تر از همیشه بود. در عرصه داخلی آیا امکان پذیر است که ولی فقیه عقب بنشیند آنگونه که آقای اسدی اظهار امیدواری کردند؟ این پرسشی است که در با برنامه های بعدی امیدواریم با آقای جمشید اسدی در میان بگذاریم، کارشناس امور اقتصادی و تحلیلگر اقتصاد سیاسی یا سیاست و اقتصاد هر دو. با سپاس بسیار آقای اسدی گرامی، جمشید عزیزم. با تشکر از فرصتی که به من دادی، تا فرصت دیگر. با امید دیگر.
من دو نکته رو چون ایام انقلاب هست اشاره بکنم. در شعارهای انقلاب هیچ شعار اقتصادی نبود، سه شعار عمده داشت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. استقلال ایران مستعمره جایی نبود که چون این شعار کشورهای زیر سلطه استعمار رو در آفریقا سر بدن. از کجا آمد این شعار جای بحث طولانی است. آزادی مفهوم چندان روشنی نه اینکه لزوم نداشت، بله حتما 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 در همه دوران ها لازم هست، مفهوم چندان روشنی حتی برای شعار دهندگان نداشت، کما اینکه همین ناروشنی باعث شد بلافاصله ابتدایی ترین آزادی های انسانی هم سلب بشه و جمهوری اسلامی هم ابهامی بود که کسی درباره اون زیاد نمیدونست، اما شعارهایی داده میشد. آیت الله خمینی در نوفل و شاتو شعار آب و برق مجانی میداد که شما بهتر از من میدونید آب و برق به چه روزی افتاده در ایران، اما این شعار سرانجام جایی تحقق پیدا کرد و کجا هست؟ آنجا حق انشعاب آب و برق حوزه‌های علمیه مجانی، آب برای طلاب مجانی و حوزه های علم. در حال این شعار آیت الله خمینی در جایی تحقق پیدا کرد. با شما عزیزان خواهیم بود، نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حقوق بشر در ایران، گفتگو خواهیم کرد در نیمه دوم برنامه با آقای اردوان روزبه، روزنامه نگار و مدیر رسانه خبری رادیو کوچه‌تال لحظات دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با من و شما هستند آقای اردوان روزبه، روزنامه‌نگار و مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. سلام اردوان عزیز در واشنگتن. سلام و درود بر شما، خیلی خوشحالم در یه فرصتی دوباره در خدمت شما و بینندگان خوبتون در تلویزیون ایران فردا هستم. در این بخش اردوان عزیز ما میخواییم درباره وضعیت حقوق بشر آغاز کنیم. از همسنفان خودمون شروع کنیم. انتظار نمیرفت که کسانی مثل آقای زیدآبادی و آقای حشمت‌الله تبرزدی باز به زندان برن و کسان دیگری و روزنامه نگاران دیگری همچنان در زندان باشن، مثل ابوالفضل عابدینی و کسان دیگر. چرا گامی برداشته نمیشه؟ فقط خوش و بش ها درباره برنامه اتمی کافی است با غرب، یا غرب با جمهوری اسلامی؟ البته جناب آقای شلنگی، به نظر من بخشی از کسانی که نسبت به جریانات داخل ایران بعد از ورود رئیس جمهوری 11 در ایران تصور میکردن که قرار است که همه وعده های انتخاباتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی بشه و به نتیجه برسه، به نظر من کمی خامی کردند، به جهت اینکه همه ما، این دیگه نکته است که حتی در نیازی نیست به اینکه شما در گروهی باشید که تحلیل بکنید یا نظر بدید یا در گروه تصمیم گیرنده یا حتی گروه فکری باشید، در اتاق فکر باشید. اینو تقریبا در طول 30 سال گذشته که به اجبار مردمی سیاسی و سیاست زده شدن، هم میدانستن که قرار نیستش که تمام این اتفاقات با این سرعت، دست کم خوشبینانه با این سرعت بیفته. ما نباید اینو فراموش بکنیم که دولت آقای روحانی فکر میکنم مجدانه مهمترین دقت یا به اصطلاح غربی ها فوکوسش رو روی این گذاشت که مسئله ایران در خارج از کشور رو بخواد حل بکنه، موضوعات و تنش هایی که ایران در خارج از کشور داره. اگرچه که
من تصور میکنم که با همه تلاشی که ایشون و تیم مذاکره و گروهی که دارن در وزارت خارجه و اتاق فکر ایشون کار میکنن تا کنون گذاشتن، به هر حال غرب خیلی مطمئن به سمت اونها نرفته. از جمله لغو تحریم ها که دیروز من در وزارت اقتصاد و دارایی امریکا نگاه میکردم روی سایتش، در ارتباط با تحریم هایی که مربوط به قطعات هواپیما و تجهیزات ناوبری و هوایی بود، این تحریم ها تغییر کرده، قانونش کرده، قبلا هم همینجور بود، منتها تأکیدی دوباره شده که این قانون تغییر کرده، اما دقیقا با تأکید بر اینکه 6 ماه بیشتر این قانون تغییر نکرده و یا اینکه تمام مواردی که میخواد به ایران صادر باشه بشه کیس با کیس، یعنی مورد به مورد باید کاملا بررسی بشه و تایید بشه. اما به هر صورتی ما همین رو هم فکر میکنیم برای مردم ایران مبارکه، به جهت اینکه در طول سالهای گذشته خب به هر حال هواپیماها خوردن زمین و همیشه گفتن که مشکل تحریم ها بوده، اگرچه که امروز بسیاری در غرب میگن که مشکل تحریم ها نبوده. اما اردوان عزیز ببینید خوب، این اگر گام مثبتی است، اگر گام مثبتی است و نهایتا به سود مردم خواهد بود، یعنی به سود سفره مردم خواهد بود، گشایشی در زندگیشون، چه اشکالی داره همزمان گامی هم در عرصه داخلی برداشته بشه؟ بسیار نکته مهمیه. چرا همزمان چنین کاری؟ آیا کفایت میکنه فقط رفتن و سخنرانی نسبتا امیدوار کننده برای هنرمندان کردن؟ یا آقای چالنگی، مسئله سر توانمندی هاست. من در ادامه میخواستم به این نکته اشاره بکنم که گاهی ما توقعاتی داریم که از حد توانی کسی خارجه و این در موردش صحبت نمیشه. اینه میمونه که اتومبیل پراید رو در ایران سالهای سال به عنوان قاتل مردم ساختن، تحویل مردم دادن و هیچ کس حاضر نشد که به زبان بیاره که آقا این اتومبیل توانی حتی حرکت در طول یک جاده معمولی رو نداره و همه سعی کردن اینو پنهان کنن چون به هر حال مسئله اعتبار بود و هرچه، و مردم کشته شدن در این مسیر. ببینید این مسئله توانمندی است. ما باید نقش آقای روحانی و دولت آقای روحانی رو در جایگاه خودش ببینیم. اجازه بدید من بهتون بگم، همونجوری که ما در برنامه قبلی بارها با هم صحبت کردیم، من همیشه متصور بودم اگر دولت آقای روحانی بتواند قدمی برای مردم بردارد، این قدم مثبته و این قدم مبارکه و هنوزم به این اعتقاد دارم. اما این از همون ابتدا تا الان جلوی نمیگیره که ما بخوایم بگیم که آقا دولت آقای روحانی مگر چه حد توانایی داره. تعریف توانایی دولت در ایران منوط به 1001 اما اگر هستش، اما اگرهایی که خیلی راحت در نهایت چیزی تحت عنوان حکم حکومتی میتونه همه چیز رو تغییر بده. فراموش نکنید اخیرا من داشتم چیزی میخوندم که پیش از این هم وقتی درخواستی در ارتباط با نظر آیت الله خامنه‌ای در سال 82 اگر اشتباه نکنم میشه برای مسئله مذاکرات، این آیت الله خامنه‌ای پاسخ نمیده و امروز هم تلویحاً داره اشاره میشه که ایشون در پاسخ به دولت هیچ چیزی تر نمیکنه. این نتیجه خیلی روشنی داره. اگر مذاکرات به نفع مجموعه حاکمیت تمام بشه، رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظری نخواهد کرد و اینو موفقیت تیم هسته‌ای به هر حال موفقیت فرزندان انقلاب میدونه، و اگر نشه همه اینها باید منتظر باشن که اتفاقات بدتری براشون بیفته. فراموش نکنید در بین کسانی که امروز در زندان هستند و بسیاری از کسانی که زندان رفتن و آمدن بیرون و امروز در سکوت به سر میبرن، همه افرادی بودن که در بخش از بدنه نظام در رده‌های بالای حاکمیت در دولت و در قوه مجریه نقش بازی میکردن. و همه که نه، مثلا آقای زیدآبادی، تبرزدی، بقیه و البته ابوالفضل عابدینی، ارژنگ داوودی، کاظمینی بروجردی، مهدی گررو، بقیه. نه، من عرضم منظورم این بود که آنهایی که حتی در بدن نظام هم بودند بعد به زندان رفتن. منظور من نبود که اینها در بدن نظام بودند، آنهایی که در بدن نظام بودند هم رفتن زندان. وقتی که دولتی که اشاره میکنید که بسیارم روشن هست، قادر نیست، دست و بالش بسته است، حتی اگر بخواد نمیتواند، خب اینی که بیاد مسئولانش وعده بدن که دیگه ما ممنوع القلم نداریم، ما سانسور نداریم، ولی میبینید که همزمان روزنامه نگاران در زندانند. خب روزنامه نگاران، من این جست رو هم البته حکومت میخواد بگیره که قوه قضاییه چیزیست، ما چیز دیگری، اما در نظامی که سه برادر مشاغل اصلی دارن، قضاییه و مقننه و حقوق بشر و اینها،
خب این حرفه یه مقدار شوخیست که مثلا ما مجزایی از هم هستیم. نظامی از یه طرف دولتش میاد یه همچین وعده هایی میده، از طرف دیگه باز میبینیم صدا میکنن برگردید زندان آقای زید آبادی و تبرزدی رو و بقیه روزنامه نگاران هم در زندان و برای زندانی های سیاسی. مسیر اعتماد مردم به دولت بسیار ناهمواره و مردم در طول سالهای گذشته تمام دولتهایی که آمدن بر سر کار و تمام افرادی که وعده دادن در عمل کردشون، حتی دوستان اصلاح طلب و محترم ما هم، متاسفانه بیش از اون چه که قبل از اون که بخوان توانمندی های خودشون رو بسنجن ایدئال هاشون رو مطرح کردن. طرح مسئله آزادی و یا بررسی رفع حصر آقای موسوی و همچنین آقای کروبی و مواردی از این دست، روزنامه نگارانی که در زندان هستند نظیر آقای زیدآبادی که واقعیت همینه که بسیار ظالمان است که در موردش نمیشه صحبت کرد، واقعا آقای ارژنگ داوودی، بحث آقای حشمت الله تبرزدی هستش. ببینید اینها افرادی هستند که امیدوار بودم حداقل من به عنوان روزنامه نگار در وضعیتشون تغییر ایجاد بشه. شاید بسیار موارد مطرح میشد که اگر آقای موسوی، مگر میشده که آقای موسوی بعد از آقای روحانی آزاد بشه؟ شاید نمیشده، ولی میشده که در یک دادگاه عادلانه پرونده ایشون بررسی بشه. وزیر دادگستری دولت فعلی اعلام میکنه که بررسی پرونده آقای موسوی و کروبی در دادگاه موجب تنش خواهد شد. خب واقعیتش اینه که اونها هم هر کدوم از این صحبت‌ها رو که میکنن، اگرچه نشان میدن که شاید راقب به افق‌هایی ممکنه باشن، یعنی به افق‌هایی دارن فکر میکنن، اما توانایی کافی رو ندارن. این مهمترین ثمره‌اش به نظر من، اگر دولت هشدار نپذیره که اینها خطرناکه براش، مهمترین اتفاقی که میفته عدم اعتماد مردم به تمام این وعده‌ها و در نتیجه فاصله بیشتر مجموعه دولت از مردم خواهد بود، مگر اینکه دولت بتونه وضعیتش رو کاملا شفاف کنه که به نظر میرسه این توانایی کافی رو نداره. به نظر من در عرصه بین المللی هم شما قطعا میدونید بدون تردید که این دولت ها هستن که موظف هستن در مورد تعهدنامه‌های بین المللی، یعنی تعهداتی که ایران در مورد رفتار با زندانیان داره، شرایط زندان، همه و آنچه که مربوط به زندانیان هست، این دولت ایران هست که معاهدات بین المللی رو امضا کرده. بنابراین آقای این دولت، دولت حجت الاسلام و المسلمین، آقای روحانی در همین چارچوب تعهداتش نیست، موظف هست نیست که انجام بده. و اساسا روز به عزیز وضعیت زندانیان اصلا سر نخش دست کی هست؟ بسیار واضحه که مطلب و نوش باید بره زندان، این کار کرد، این حرف و جایی زد، باید بره زندان، این روزنامه نگاران زندانی و بچه های سیاسی دیگه ای که هست. من اخیراً داشتم مطلب در ارتباط با منشور، پیشنویس منشور حقوق شهروندی رو مطالعه میکردم برای گفتگو و گزارش. واقعیتش اینه که کمالگرایی و ایدئالگرایی در این منشور موج میزن. بخشی از این حتی میتونه بگیم خیلی آوانگاردتر و خیلی متحورانتر از قوانین شهروندی در کشورهای مثل حتی فرانسه و امریکاست. اما موضوع اینه که وقتی شما توجه میکنین میبینین دولت در ارتباط با همین موارد هم بسیار مجبوره، هم زیرکانه و هم بسیار دست به عصا و با احتیاط عمل کنه. پیشنویس منشور حقوق شهروندی، یعنی چیزی که ارزش حقوقی نداره و جایگاه خاصی نداره. به چه علت؟ به این علت که وقتی من نگاه میکردم میدن در عمل بخشی از این موارد که در این منشور طرح شده، بخش عمدش از نظر حقوق برابر برای تحصیل، از نظر حقوق برابر برای افراد در ارتباط با قومیت ها، مسئله عدم در واقع اصرار به افراد در ارتباط با مسئله احکام یک سوه، همین موارد که حالا کلی طرح شده توی این موضوع، خب این برمیگرده به اینکه سه قوه باید در این نقش بازی کنن. و از جمله از نکته های مهمش اینه که قوه مقننه باید اول اینها رو تصویب بکنه و اینها رو تایید بکنه و تایید اینها برسه و بعد اینها بتونن اجرایی کنن. واقعیتش اینه که فاصله ما
با حقوق انسانی بسیار زیاده در ایران و انکار این هم ممکن نیست، به جهت اینکه شما میبینید حالا در رسانه ها مطرح شد این بر اون بر و من متاسفم که واقعا آدم میشنوید در جایی که شما یک انسان برای نجات جانش همه دست به دست هم میدن تا یک نفر کشته نشه، هزاران نفر ممکنه در این نقش بازی بکنن، شما میبینید در خیابان جمهوری تهران جرثقیل یا اصطلاحاً تاور میره برای یک عملیات، بعد این تاور بلند نمیره، نمیتونه بره بالا، جرثقیل کار نمیکنه، یه تشک معمولی که اولین چیزیست که تیم آتش نشانی باید داشته باشه همراهشون نیست و دوتا آدم کشته میشه و یا درست روز قبل برنامه نشون داد بعد بفهم و یا دو سه روز قبلش یه دستفروشی که در مترو بساطش گرفته میشه خودکشی میکنه. اگرچه من خودم منتقد اینم، من میخوام بگم که خب وقتی قانونه در مترو اینجا هم کسی نمیتونه دستفروشی کنه، ولی موضوع سر اینه که این قانون فرصتهای دیگه به افراد میده. ما میگیم اون کسی که وظیفه‌شو انجام داده و نذاشته این کار بکنه کار غلطی در واقع نکرده، اما جامعه بیمار نتونست کاری برای اون آدم انجام بده. مجموعه‌ای که قوانین دست و پاگیر، قوانینی که رعایت حقوق انسانی و شهروندی افراد رو نکرده، این فرد رو به مرحله‌ای از فشار رسونده که دست خودکشی زده. فراموش نباید کرد دولت آقای روحانی آنچه که میگوید همه در ید خودش نیست، حتی در قدرت‌های بیرون. فراموش باید توجه به این موضوع کرد که دسترسی‌های یک فرد در دولت تا چه اندازه هستش، حتی در وجهه بیرون. باید توجه کرد ببینیم که خب وقتی گزارش‌ها در جوامع بین‌المللی مطرح میشه در مورد نقض حقوق بشر در ایران، ایشون چقدر میتونه کار بکنه؟ از نظر من ایشون نقش خاصی نداره توی این ماجرا، و اگر هم مدعی باشه نقشی رو بازی داره میکنه، به نظر من بازم داره به خطا میره. اگر همین دولت امکان اینو میداشت و شجاعت اینو میداشت که رسما اعلام میکرد که توانمندی‌های محدودی داره و فقط میتونه اون توانمندی‌هایی که در حوزه خودش هست وارد بشه، درست مثل کسی که یک خونه 40 متری داره و بخواد 300 مهمان دعوت کنه، اگر این فرد روز اول بگه که آقا من فقط میتونم جواب 50 نفر رو بدم، همه چیز قابل حله. این مشکل وجود داره که در حال حاضر گروه فعلی در نوک حمله و جبهه اول قرار گرفتن و به نظر میرسه زیرکانه رهبری ایران جمهوری اسلامی و حتی قوای دیگه در پشت اون سنگر گرفتن و منتظر هستن ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد، که این حتی آینده خیلی روشنی رو ممکنه حتی برای آدمهایی که در این مجموعه دارن کار میکنن رقم نزنه. بنظرم ببینید در یک همچین ایامی که سالگرد انقلاب هست، آیت الله خمینی رهبر انقلاب و بعداً بنیانگذار بعدی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود در پاریس، حتی برای زندانیان مارکسیست هم اشک ریخت یا تظاهر به اشک ریختن کرد و گفت اونا هم فرزندان من هستن، در ابراز عقیده خودشون آزاد هستن، قلم ها باید آزاد بشه، مطبوعات باید آزاد بشه، حالا مطبوعات تا چند روز آزاد بود یا نبود یا هرچی بماند. اما آمد و زمان زیادی طول نکشید که از همون مارکسیست ها و غیر مارکسیست ها به چوبه های دار سپرده شده چند ماهی بعد از پیروزی انقلاب، و این شعار بعد دیوارهای پایتخت و شهرهای دیگه با بسیار درشت نوشته شد، بشکنید این قلمها را، زیرش هم نوشته شد امام خمینی. این سیاست دوم بشکنید این قلمها را تا به امروز ادامه داشته. چرا؟ حاکمیت دینی، قضیه خیلی روشنه در یک کلام خلاصه. نباید فقط فکر بکنیم که جمهوری اسلامی این رفتار رو کرده. حاکمیت های دینی تقریبا در طول سالهای گذشته و در طول تاریخ هر وقت بر قدرت نشستن اولین کاری که کردن، چه گفته باشن چه نگفته باشن، قلم ها رو شکستند. این یک لابد و یک ناچار هستش برای حاکمیت یک سویی که باورش بر اینه که باید یک دین و یک باور دینی سرنوشت مردم در بخش اجتماع، فرهنگ، اندیشه، هنر، کار، زندگی و همه اینها تبلور پیدا کنه. وقتی شما به حاکمیت دینی معتقد هستید، همه چیز رو در راستای اون میبینید.
در ابتدای انقلاب وقتی انقلاب شد قرار نبود به کسی گفته بشود که حاکمیت دینی به دنبال هستش و وعده ها طبیعی هستش برای رسیدن به اهداف همه وجود داشت و همیشه مطرح بود، همونجوری که گفته میشه حتی توافقاتی که آیت الله خمینی گفته میشه در پس پرده با دولت آمریکا کرد، پذیرفتن این که جمهوری هر دولتی که تشکیل بشه منافع بسیار از کشورهای غربی رو در نظر بگیره، حالا مواردی که گفته میشه در گوش و کنار، و تمام اینها در راستای این قرار گرفت که به هر حال این انقلاب انجام بشه. و وقتی که این انقلاب انجام شد و شکلش ماهیتش از حالت انقلابی به جمهوری اسلامی تغییر کرد، در عمل اهداف تامین شده بود و از اون به بعد بود که باید همه بر اساس الگوهای دینی و آموزه‌های دینی شکل می‌گرفت. پر واضح است که قلم چیز خطرناکی است برای هر کسی و هر جایی. از اونجایی که این آیه هم هست که نون و القلم، و آقای جلال آل احمد هم مقاله که داره نون و القلم به اهمیت قلم در اسلام در دین اشاره میکنه، دین اسلام اشاره میکنه، آقای آل احمد که فرمول و راهنماییش و توصیهش و برنامهش نجات ایران رو، حالا آیا ایران باید نجات پیدا میکنه، وضعیتی داشت که محتاج نجات رو بستی است، در پیوند روشنفکر و روحانیت میدونست. همین اتفاقی که افتاد نتیجهش در همین سال 57 در یه همچین روزهایی در چون این پیوندی داشت انجام میشد. ولی نون و القلم با توجه به حتی همچین آیه‌ای که مستند بسیاری از روحانیون انقلابی شده و متأثر از اونها مثل آل احمد، حکومت دینی برای وانمود کردن اینکه اسلام بسیار برای آزادی قلم اهمیت قائل هست، حرف شما رو میشه این استنباط کرد که در حکومت دینی اساساً از هر اونی باشه آزادی قلم نمیتونه وجود داشته باشه. پر واضحه که نون و القلم و ما یسترون، ولی کدوم قلم؟ این سوال مهمی است که بعدش باید انجام بشه. بعضی قلم ها قلمند، بعضی قلم ها قلم ترند. به نظر میرسه که این تفکیک وجود داره. فکر میکنم این آیه روی کردش به قلم ترهاست نه به قلم. وقتی که در یک جامعه نگرش شما در ارتباط با حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق زن، حقوق معنوی، حقوق همه مواردی که برمیگرده به حقوق که دستبندی های بسیار گسترده ای داره، همه اینها در یک جاش یک چیزی به اسم شرع وجود داشته باشه و حتی در شرع منطبق با حقوق هم باشد، اما در یک جای یک نقطه جدایی و یک نقطه تلاقی وجود خواهد داشت. اینها در جایی همدیگر قطع خواهند کرد، چون حقوق صرف انسانی میگه حقوق انسانی این است که هر کسی حق نوشتن داشته باشد، حق اعتراض داشته باشد. سوال این است، ما در کشوری داریم صحبت میکنیم که متاسفانه در بسیاری از موارد میلیون ها دلار و میلیارد ها، چون الان دیگه صفت کلمه میلیون برای پول های زیاد در ایران دیگه رقم های درشتی نیست، به کسی میگفتم فلانی در فلان بانک میگن اختلاس کرده، میتونید اطلاعاتی برای من در بیارید؟ گفتن چقدره؟ گفتم مثل که شنیدم در یک معامله یوزانس ایشون 5-6 میلیون دلار خورده. خندید به من، برگش گفتش که آخه شما دنبال پرونده حالا 5-6 میلیون دلاری میرین دیگه. این جامعه تغییر کرده، یعنی جامعه دیگه تصورش اینه که خب اینها که چیزی نیست. در جامعه‌ای که میلیاردها دلار در حال حاضر خورده میشه و یا جابجا میشه و کسی در ارتباط با اون حتی اطلاعات کافی پیدا نمی‌کنه، در همین جامعه فردی با 75,000 تومان دزدی در ظرف مدت کوتاهی کمتر از یک هفته حکم اعدام براش صادر میشه، در نتیجه شما نمیتونید هیچ وقت راجع به این جامعه بگید که در این جامعه پس قلم چه میشود. ما فراموش نباید بکنیم که آزادی یه تعریف مشخص داره. بله خواهش میکنم، آزادی یه تعریف مشخص داره، هیچ تعریفی جز این وجود نداره. جمهوریت یه تعریف مشخص داره، رأی مردم یه تعریف مشخص داره و حقوق شهروندی، حقوق نوشتن، حقوق زندگی کردن برای همه افراد تعریف مشخص انسانی داره، و وقتی ما پسوند اون کلمه ای رو با دین اضافه بکنیم، قطعا باید نگران این باشیم که کجا ممکن در یک چرخ گوشتی چرخ باشه. سپاسگزار هستم اردوان روزبه عزیز، با سپاس بسیار از شما.
خیلی خوشحال بودم بخیر. یکی از کسانی که همیشه در طول حیاتش قلم و حرمت قلم رو چنان گرامی داشت ناصر خسروی بزرگ بود، مثل بسیاری از ادبا و شعرهایی بود. اما نه مهد گفت، گفتم در چند برنامه پیشون شعر معروفش که من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی لفظ ذره دلیل. ایام انقلاب هست و یک بیت ناصر خسرو شاید وصل حال ایران امروز که از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور به کام اژدها شدم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال، سند و سبلان کوهساران دراک کوهساران تفتان، دناس ماری و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. Thank you.